خواهیزان و گرامیان، به ادامه برنامه اصل حریوا همچنان خوش آمدید. همطور که در اول برنامه گفتم، جناب دکتر صبرعلی احمد محمدی استاد دانشگاه با ما هستن. امروز به ادامه صحبت هایی که در هفته گذشته و هفته قبلی داشتین پیرامون موضوعات اجتماعی بوده که و امروز دقیقاً در مورد وفا بعد صحبت میکنیم که چقدر مهم است و اسلام چقدر تاکید کرده و ما چقدر باید دور رعایت بکنیم. سلام بر شما دکتر محترم، خیلی خوش اومدین به برنامه، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و دستم در کارم تلویزیون اصلاح و بینندگان محترمی که دریچه تلویزیون اصلاح مشاهده میکنند. ان شاء الله که در این روزهای سرد زمستانی کانون خانواده و کانون قلب اینا گرم گرم باشه و لباس عافیت همواره بر تن داشته باشه. الهی آمین و همچنان وفا بعد هم داشته باشه ان شاء الله، به امید خدا. بسیار خوب جناب استاد، اولا یک تعریفی اگر داشته باشیم دقیقاً وفا بعد چیست؟ ببینیم آقای نیازی، بس به این صورت ما شروع بکنیم که ما و شما انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی و جامعه‌ای که در روز زندگی میکنیم و جزء حیات بشری ما هست و ما نمیتونیم خود خود جدا از اجتماع بدانیم و هر اجتماعی هم که به خاطر که مردم داخل از به خوبی زندگی بکنن یک سری قوانین و قواعد داره، یک سری قوانین داره که قاعدتا هم شارع مقدس بر ما وضع کرده و هم حکومت میای بر ما وضع میکنه که اگر ما بیایم تحت عنوان احکام اولی، احکام خدایی و احکام ثانوی، احکام حکومتی مد نظر بگیریم، اونا جای خود خود دارن. یعنی اونا چیزایی هستن که برای نظم و انضباط امثال از اینها داخل شهر ما نیازه، مثل قوانین ترافیکی امثال از اینها. و یک سری قوانین دیگه هستن که نانوشته. اینا نوشته نشدن جایی. بگیم ما نوشته شده باشن، مثل امانتداری، مثل راستگویی و صداقت، مثل احترام به هم دیگر. و یکی از این قوانین هم که هست که ما امروز مورد ارزیابی قرار میدیم وفای عهد. وفای عهد هم از اون قوانین یا سنن الهی و انسانیه که ما هر کدوم از انسانها بدون از اینکه به رنگ و نژاد و آیین و دین و قوم کسی نگاه کنیم ملزم به رعایتیم. ما رعایت کنیم با هم دیگه اینا. اگر ما بگیم عهد یا پیمان یا عهد و پیمان تعریف بکنیم، میگیم عهد به معنی پاسداری و سرکشی کردن و حفظ چیزی میتونه باشه و در اصطلاح هم میگیم که همون عهد و پیمان یا قراردادیه که ما با اطرافیان یا با کسایی که داخل جامعه هست میبندیم و او رو حفظ میکنیم و ملزم به اینیم که او رعایت بکنیم. و اگر در اداره امور نگاه میکنیم، در مدیریت مثلا، در مدیریت هایی که در نهادها، در سازمان ها امثال از اینها داریم، اگر این مردم یا افرادی که در اون از این هستن تابع پایبندی به عهد و پیمان باشن، قاعدتا مردم دلگرم میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر از اینکه زمانی که فرد مورد نظر به عهد و پیمان خود پایبند باشه و به او حرمت بگیم بنگاره، میتونه در دل مردم نفوذ بکنه، دل مردم رو به دست بیاره اینا. و حتی زمامدارهای ما مدیرهای عهد باشن و در گفتار و کردار خود صادق باشن، قاعدتا میتونن فاتح دل مردم باشن و باعث استمرار و استحکام و بیشتر دولت شدن. مهمترین عیبی که میتونه یک حکومت یا یک مدیر یا یک سازمان داشته باشه یا یک نهاد داشته باشه اینه که راستی و صداقت نداشته باشه. یعنی عملا عمر یک سازمان یا عمر یک حکومت چیزی که از یا یک اجتماع که میتونه پایان برسونه و باعث از بین رفتن یا انحطاط از بشه دروغگویه. و حتی مردم زمانی که اگر حکومت راستگویی کنه با دیده یک شر به حکومت نگاه میکنن که میگه شریه، این دامن مار نگیره. پس بهترین راه اینه که این حکومت رو چیکار کنیم؟ از سر راه خود خوب برداریم اینا. و قاعدتا چنین حکومتی نمیتونه قوام داشته باشه و چنین جامعه همچنین نمیتونه قوام داشته باشه. به خاطر چیه؟ به خاطر از اینکه در او جامعه صداقت نیه و و هر کس به نوعی چیکار میکنه؟ به نوعی میگه به مردم قولی میده بدون از اینکه به قول خود خود عمل بکنه. همونطور که ما شما بارهای بار میبینیم در اکثر حکومت هایی دیده میشه، در اکثر شما دیده میشه که قبل از اینکه انتخاباتی برگزار بشه بارهای رنگ و رنگ میدن، با خیلی چاشنی های خیلی خوب لعاب میدن و مردم بیچاره به پای صندوق های رای میبرن و بعد از اینکه رای مردم به همو کیسه خود خود زدن و به او درجه یا به او حد اندازه رسید که به او جایگاه میخوان برسن، دیگه چیزی تحت عنوان مردم دیگه نقشی نداره اینا، چون به اون چیزی که میخواستن رسیدن، پس اون میتونن به دست بیارن. ولی خب در بحث عهد و پیمان یا در بحث وفای عهد که میکنیم، بعضی فاکتورهای دیگر هم باید مد نظر قرار بدیم اینا.
از مهمترین فاکتورهایی که ما میتونیم بگیم برای وفای به عهد که رابطه مستقیم داره با صداقت و رابطه معکوس داره با دروغگویی، اینا یعنی راستی و صداقت مهمترین فاکتور وفای به عهده که تعهد داشته باشیم. دومین چیزی که ما میتونیم بگیم که خیلی مؤثره برای وفای به عهد که در یک جامعه باشه اینه که همسویی ما بین سخن و عمل ما باشه، یعنی دوگانگی موجود نباشه، یعنی چیزی که ما میایم میگیم با چیزی که میایم عمل میکنیم با هم دیگه تناقض داشته باشن و نوعی دوگانگی به وجود بیارن، که باعث بانی از این میشه که مردم نسبت به هم دیگه با دیده ریا نگاه بکنن، با دیده تزویر نگاه بکنن، میگم فرد مورد نظر مثلا در جمع به این صورت برخورد میکنه ولی زمانی که در پای عمل میرسه به این صورت دیگه برخورد میکنه. و این اصطلاح در پیرامون امور دینی ما هم هست که بیایم مثلا در ظاهر در کنار مردم که باشیم خیلی خود خود آدم عابد و آدم شریفی داریم ولی در خفا کسی نگاه کنیم که هیچ باور به چیزایی که خود ما بر زبان میاریم نداشته باشیم. اینا قاعدتا آدم باید در نهان و در جایی که آشکار یا در جایی که میای خود خود آدم نشان میده باید یک جور باشه. و یکی دیگه از مواردی که برای وفای بعد یا عواملی که در وفای بعد خیلی نقش داره نفع خیانت و بیوفایی که این مورد خیلی مهمه که ما شما مثلا اگه بگیم به عبارتی بگیم زشت‌ترین کار ممکن در دنیا خیانت، بدترین کار که در دنیا ما میتونیم بکنیم اینه که فرد مورد نظر به مرتبه سقوط بکنه که به حیوانیت برسه که دیگه راهی برای او باقی نمونده باشه به غیر از اینکه چیه بیای به عهد و پیمان خود خوب پایبند نباشه. اینا و حتی بزرگای ما شما میگن که خیانت و عدم وفای به عهد از خصایص یا از ویژگی های یک انسان پسته و خداوند در قرآن بسیار زیبا میگه ان الله لا یحب الخائنین، بله خداوند هم خائنین رو دوست نداره، خیانت پیشگان رو دوست نداره. پس قاعدتا نگاه کنین در معارف دینی ما و شما می هست یا بگیم که در قرآن ما و شما که کتاب مقدس مونه در اونجا هم هسته، در جامعه ما و شما هم هسته، در عرف ما و شما هم هسته که وفای بعد خوبه. مجاری جا داره یک داستان یا روایت از زمان سیدنا عمر بگم. اینا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خو میگن که دیدم که دو نفر یک جوان رو کشان کشان میارن. گفت کشان کشان آوردن و گفت که از دو نفر پرسیدم که چی کار کرده، گفت که از خود بپرسیم، گفت چی کار کردی، گفت من یک شتر داشتم، گفت شتر باغ یا داخل زمین پدر از اینا را پدر از اینا با سنگ شتر مرزد کشت و من با همون سنگ به سمت پدر از اینا پرتاب کردم و خورد پدر از اینا فوت کرد و قاعدتا تو چون یک فرد رو کشتی بس اینجا قصاص بشین. که پس اجازه بدین که حداقل من برم به امورات خواهر برادر خو یک رسیدگی بکنم بعد از اون میام خدمت شما میام. گفت که خب چه کسی میتونه تو ضمانت بکنه؟ گفت در مابین جمع نگاه کرد، گفت اشاره که به یک نفر که ابوذر غفاری بود و ابوذر گفت که این فرد، ابوذر گفتن که تو این ضمانت میکنی که بیای؟ گفت که بله. بر از 3 روز وقت دادن این رفت پیش خانواده خود به امورات برادر خود و خواهر خود یا اعضای خانواده خود رسیدگی کرد بعد برگشت. در غروب همون موقع بود برگشت، مردم دلنگران از این بودن که این فرد فرار نکنه، باز در کنار از این که فرار بکنه کسی که بیامد ضمانت از این کرده باز او به گرفتار میشه. گفت سیدنا عمر که امیرالمومنین فاروق اعظم زمانی که دیدن گفتن که تو که فرصت و زمان داشتی چه فرار نکردی؟ نه گفت که من ترسیدم که اگر فرار بکنم چیزی تحت وفای به در جامعه اسلامی دیگه موجود نباشه از بین بره. به حضرت ابوذر رو کردن گفتن که یا ابوذر، گفتم چی؟ گفت که البته یا ابوذر بگیم دیگه چون اما منادا میشه و ندا حرف ندا میشن. نه گفت ابوذر تو که این نمیشناختی چرا ضمانت کردی؟ گفت که من ضمانت کردم به خاطر از اینکه نگن که در جامعه یا خیری موجود نیست. و زمانی که او دو جوانی که پدر نا توسط از این فرد کشته شده بود و خواست قصاص دادن این جریان رو دیدن، اونا هم گفتن که ما هم از حق پدر خود میگذاریم ایر میبخشیم. اینا گفتن سیدنا عمر گفت که چرا شما یه کار میکنیم؟ گفت که ما از این در جامعه ما چیزی گذشت و فداکاری موجود نباشه. شما بیایم با یک روایتی که ما میایم از زمان حضرت عمر فاروق میکنیم چند تا چیز بسیار خوبه بر ما زنده میکنه، واقعا درسای خیلی مهمه، خیلی خوبه که در جامعه ما و شما بیایم رعایت بکنیم. اولی وفای بعد، دومی خیره و سومی هم گذشت و فداکاریه. من فکر میکنم هر ستای از این موردها چیزهایی هستن که به عنوان حلقه های گمشده در جامعه ما شما،
یعنی موجود نیان، کمتر شما میبینیم اینا. اگر قاعدتا ما و شما در جامعه که زندگی میکنیم اینا بعد داشته باشیم، به سر صحبتی که میکنیم گروه گپ بخو بیتانیم، بیم در کنار گپ بخو بستکیم و به او عمل بکنیم. یا افرادی باشن که خیر داشته باشن، بیان به دیگران خیر برسن، و یا افرادی باشن که گذشت و فداکاری بکنیم اینا. ببینید جامعه ما شما مملو از خوبی میشه، مملو از نیکی میشه و میتونیم به نوعی گلستانی بشه بره ما و شما اینا. نه. پس اینا میتونه هم میگه باعث بانیازی بشه تا یک جامعه خیلی خوبی داشته باشیم. نه. اگر ما بیایم اینا مد نظر قرار بدیم میفهمیم که یک جامعه خوبی داریم. اینا میشه گفت که عواملی ان که باعث بانیازی میشن که وفای به عهد یک مقدار بیشتر بشه. حالا میتونیم باز به نوعی بگیم که وفای به عهد هم جنبه شخصی داره هم جنبه اجتماعی داره. جنبه شخصی میتونه به چند دسته تقسیم بشن. از جمله یکی از جنبه‌هایی میتونیم بگیم عهد و پیمانی که با خدا می‌بندیم. بله. دومین حالت میشه عهد و پیمانی که با پیامبر گرامی صلی الله علیه و با پیامبران الهی می‌بندیم. و سومین حالت میشه که عهد و پیمانی که با صحابه و اولیاء الله می‌بندیم. و چهارمین حالت میشه عهد و پیمانی که با مردم که داخل جامعه زندگی می‌کنیم می‌بندیم. و پنجمین حالت میشه عهد و پیمانی که با خودمون می‌بندیم اینا. که هر کدوم از اینا سلسله مراتب دارن و جای خود دارن که صحبت بکنیم. مخصوصا در بحث آخری عهد و پیمانی که با خود خود می‌بندیم ما. بعضی وقتا ما شما عهد و پیمان می‌بندیم با خود که مثلا بعضی کارها رو انجام ندیم. مثلا از به دروغ نگیم اینا. آدم‌ها با صداقتی باشیم. نماز آخر سر وقت بخونیم. در حق کسی ظلم نکنیم اینا. کلاهبرداری نکنیم. فرد مفیدی برای جامعه خوب باشین. یک جریان رو به شما تعریف کنم آقای نیازی، از زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز که معروف به عمر ثانی ما شما میگیم اینا. میگفت که عمر ابن عبدالعزیز بچه‌اش به نام عبدالملک بسیار پرجوش و خروش، جوان، بسیار با انرژی. گفت برای پدر خود برگشت گفت که پدر، گفت تکیه، گفت که تو که حاکم مسلمینی چرا برای جامعه اسلامی که این هوا بدعت ها وجود داره سنت ها جایگزین نمی کنی، اینا کاری نمی کنی، برای جامعه انجام نمیدی. حضرت عمر بن عبدالعزیز به بچه خود گفت که ما به خود عهد و پیمان بستم که هر روز یک بدعت از بین ببرم و یک سنت رو احیا بکنم. اینا نمیشه پسر جان که به یک باری می بیام کل بدعت ها رو از بین ببرم و سنت ها رو احیا بکنم. اون موقعی که مردم بر علیه ما میان شورش میکنن و اون چیزی که از اسلام هستش شاید برین قابل قبول نمیشه و افراد سوجو بیان از اینجا استفاده بهینه بکنن یا سوء استفاده بکنن برای علیه حکومت. و همین خاطر ما مجبوریم که پله پله به سمت او چیزی که مهم نزدیک بشیم تا به او سنت یا به او جامعه که در زمان پیامبر گرفتن و خلفای راشدین داشتن نزدیکتر بشیم. پس ببینیم بعضی از افراد مثل عمر بن عبدالعزیز با خود عهد و پیمان میکنن که هر روز یک بدعت از بین ببرن، یک سنت چیکار کنن، احیا بکنن، زنده بکنن، جایگزین بکنن اینا. بعضی وقتای دیگه هم هستن که ما و شما با خود عهد و پیمان میکنیم، اینا عهد و پیمان میکنیم که مثلا ما درس بخونیم، از این مطالعه کنیم، کتاب بخونیم تا فرد مفیدتری برای جامعه باشیم. اگر ما بیایم با خود خوب با وجدان خوب بیایم کنار بیایم و این کارها رو انجام بدیم، قاعدتا میتونیم افراد مفیدتری برای جامعه خوب باشیم، میتونیم افرادی باشیم که حداقل خیر ما بیشتر برسه به مردم. نه. به شرط از اینکه با خواندن کتاب امثال از اینها همو غرور و تکبر و خودخواهی در وجود ما و شما زنده نشه. و بحث دیگه هم اینه که آقای نیازی که وفای به عهد یا امثال از اینها که ما میگیم عهد و پیمان میگیم در متون دینی ما و شما خیلی زیاد نقل شده که من به خاطر درست‌تر بتونم بیان بکنم همین آیات قرآن اینجا میام صحبت میشه که در موردی میام صحبت میکنیم. اینا خداوند در قرآن بسیار زیبا می‌فرماید که در مورد یک خدا خودی میگه، میگه که من با وفاترینم نسبت به بندگان خود. یعنی خدا من میگه و من اوفا بعهدی من الله، که خداوند منان میگه چه کسی به پیمانش پایبندتر از خدایه. شما بیاین بگین که آیا کسی پیدا میکنه که از خدا نسبت به عهد و پیمان خود خوب پایبندتر باشه اینا. و در جای دیگر خداوند منان میگه زمانی که می بیان میکنه میگه کمترین احتمال پیمان شکنی قاطعانه در مورد خود خداوند رد میکنه اینا، که میگه خداوند زمانی که به یک چیز عهد و پیمان میکنه به هیچ وجه او رو خلف وعده نمیکنه، به او پیمان و عهد و پیمان خود خود کاملا ایستاده. و در اون سوره میفرمایه در قرآن فلن یخلف الله عهده، خداوند هرگز پیمان شکنی نمیکنه. و
و در جای دیگه نسبت به بندگان خود، اینجا که خدا در مورد خود خود میگه بیان میکنه، و در جای دیگه نسبت به بندگان خود بسیار زیبا خداوند میفرمایه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردین به پیمان های خود خود، به عهد و پیمان خود خود پایبند باشیم، وفا کنیم به عهد و پیمان خود خود نقض نکنیم. و به همین خاطر هم هست که ما زمانی که دقت میکنیم میبینیم که در متون دینی ما به این صورت بیامده بیان شده در مورد عهد، و رسول گرامی صلوات الله علیه حتی در زمینه وفای به عهد میگن که از ارکان اساسی ایمانه. یعنی حتی در جاهایی میگن کسی که وفای به عهد نمیکنه به نوعی میگن ایمان نداره، یعنی بی ایمانی میکنه، یعنی باید منافقه، یعنی باید واقعا به اون چیزی که میایه عهد و پیمان میکنه پایبند باشه، نباشه که به نوعی از کنار از دور خیلی راحت بگذره و به مردم دروغ گفته باشه. و در جای دیگه هم که هسته که ما میایم صحبت میشه که قرآن باز میایه نمونه بره ما به عنوان عهد و پیمان یا کسی که وفای به عهد میکنه، داستان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بیان میکنه علیه الصلاه و السلام. میگه در اونجا میگه بسیار زیبا میگه و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی بود که به عهد و پیمان خود خود وفا کرد و وظیفه خود خود به طور کامل و به نحو احسن انجام داد. و از حضرت اسماعیل علیه السلام به نام صادق الوعد، یعنی کسی که به وعده خود خود صادق بود میه بیان میکنه. و خدا در قرآن باز زیبا میگه واذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد رسولا نبی، میگه که در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده خودش صادق بوده و او رسول و پیامبر بزرگ بود. یعنی حضرت اسماعیل هم به او وعده ای که به پدر خود میده که پدر بره میگه که خداوند بره من همچین چیزی گفته، او هم به وعده خود خود صادق، اینا از کنار از اون نمیگذره. و بحث دیگه که در مورد وفای بحث میشه این بحث شخصی بود که ما گفتیم، بله. باز ابعاد دیگه هم داره که مثلا در بحث اجتماعی میشه، در بحث حکومت میشه که حکومت نسبت به مردم یک سری تعهدات دارن، مردم نسبت به حکومت یک سری تعهدات دارن، حتی خود مسلمان ها نسبت به همدیگه یک سری تعهدات دارن، ما مسلمان ها با غیر مسلمان ها تعهدات دارن. به نوعی اگر ما بیایم بگیم که اولی که مال شما کمو تعهداتی که اجتماعی میشه که مردم با حکومتن، این دو دسته میشن، هم حکومت در قبال مردم یک سری تعهدات داره و هم برعکس از اون مردم در قبال حکومت هم یک سری تعهدات دارن که باید انجام بشه. یعنی مردم از حکومت توقع دارن که حلال مشکلات اینا باشه، حداقل با مردم صادق باشن و پروسه ها یا پروژه های عامل منفعه وجودش باشه، مثل کتابخانه، مثل مسجد، مثل مدرسه، مثل راه، مثل پل یا راه های مواصلاتی یا وسایل حمل و نقل عمومی که باشه که مردم بتونن اینا در اختیار مردم بگذارن، امنیت مردم رو بتونن تامین بکنن و مردم هم در قبال دولت وظیفه دارن که با دولت و دولت مردای خود خود صادق باشن و اگر به دولت خدمت میکنن در کار خود خود همون صادق بودن و راست بودن مد نظر داشته باشن. حتی در معاهداتی که ما داریم با مردم داریم که با همدیگه برخورد میکنیم یا با همدیگه نگاه میکنیم که رابطه اجتماعی خوبی داریم، وفای به عهد کنیم با مردم. اگر عهد و پیمانی میبندیم یا داد و ستد یا کاری داریم، در کار خود خود در عهد و پیمان خود خود پایبند باشیم، اینا نباشه که از اون محدوده عدول بکنیم. حتی با غیر مسلمان ها آقای نیازی به این صورت است که با غیر مسلمان ها واسه یک مقدار هوشیارتر باشیم که این ذهنیت موجود نباشه که یک موقع ذهنیت استعمار و استثمار و بهره کشی و به زنجیر کشی و به بند کشیدن ما و شما مطرح بشه که به نوعی اونا بیان از ما بهره وری بکنن بدون از اینکه ما و شما سودی بتونیم ببریم. اینا به همین خاطر که یک مقدار در روز زمینه واسه احتیاط های لازمی رو ما داشته باشیم. حتی در زمینه که وفای به عهد ما میگیم، دیگه روایت خیلی زیادی هم هست که خیلی زیاد نقل میکنم بیان میکنم، از جمله یکی از این روایت که در زمینه وفای به عهد است در مورد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در قصه سال انبیا اومده با عمار، میگفت که عمار میگفت که من گوسفندان خود رو به چراغ میبردم، میگفت که رسول الله هم میدیدم که گوسفندا خود رو به چراغ میبرن. بعد گفت که روزی بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله گفتم بریم به ناحیه به نام فخ، اونجا که چراغای بسیار خوش آب و هوا و علف خیلی زیادی هم هست، گوسفندا خوری یک بار اونجا میریم. گفت پیامبر گفت باشه میریم با هم دیگه بریم و قسمت میریم. گفت فردا صبح که ما رفتیم به اون ناحیه خوش آب و هوا رفتیم، گفت دیدیم که قبل از ما پیامبر اونجا هست. گفت دیدیم که مانع وارد شدن گوسفندا خود خود به او چراغا میشن. گفت پیامبر گفتم که چرا این کارو میکنیم شما؟ گفت ما با هم دیگه قرار گذاشته بودیم یا عهد کرده بودیم که هر دو تا ما بیایم. گفت به خاطر همین من مانع وارد شدن گوسفندا شدم تا همزمان هر دو تا وارد بشیم که من به عهد و پیمان خود خود وفا بکنم.
خب شما ببینید پیامبر گرسان به چیزهای بسیار جزئی، خیلی جزئی که در جامعه ما شما این اهمیتی نداشته باشه، مردم خیلی راحت میگن خب من زودتر آمدم، خب پس زودتر شروع کردم، شما حق اولویت بود، شما دیرتر کردی اینا و منتی هم سر ما بگذارن. با اینکه پیامبر گرامی سلام میان نگاه میکنین چه کار میکنن، شروع نمیکنن، میگن که بیایم همزمان این کار انجام بدیم اینا. حتی روایت دیگه دارن پیامبر گرامی سلام صلوات الله علیه میگن که در جایی بود با یک نفر قرار گذاشته بود، اتفاقا آفتاب بود، صحابه بره پیامبر گفتن بیا این قسمت، گفت به همین قسمت به اون نفر ما قرار گذاشتم، اگر او خلاف وعده بکنه او کوتاهی کرده، من همینجوری گفتم پس همینجوری مستقیم سر جای خودم. خب ببینیم اونا به خیلی چیزها که بره ما بیاموزن نگاه میکردیم، به او گفته ها خود خوب، به او گفتار خود خوب، چیزی که بر زبان میوردن در عمل هم او رو پیاده میکردن، او رو پیاده میکردن و به نوعی بره ما و شما به عنوان الگو میشدن که ما هم بیام از اون تبعیت بکنیم و این رسالت یا وظیفه خود خود ما نسبت به کوچکترها انجام بدیم. اینا بعض در بحث اگه بشه بحث علوم مادی و معنوی هم میگه متفق القول یا بگیم که به صورت کامل به باور هستن که کودک من و شما مثل یک کامره فیلمبرداری یا عکاسی میمونه، اینا ذهن از فکر از تمام اقوالی که از پدر باشه یا والدین باشه، گفتار کردار اینا و در محیط پیرامون اینه که اینا اتفاق میفته که به صورت کامل اینا تصویر برداری میکنن. آقا اینی هست اینا. اینا. و یا هم میگوین که مغزی و برگه سفید است که هرچی بنویسیم همون میمانه، دقیقا همینه. یعنی تمام مشهودات و مسموعاتی که ما در جامعه اتفاق میفته یا پدر مادر این کار انجام میدن در زندگی امروز ازی هسته، یقین شما داشته باشین که برنامه زندگانی فردای او خواهد بود. پس اگر ما بیایم تخم دروغ در ذهن ازی بکاریم یا همو بنویسیم یا بیایم بذر از او بیایم به نوعی بکاریم، قاعدتا درختی به نام دروغ در ذهن ازی رشد میکنه. اینا حتی من به این صورت به شما بگم، یک مثال عینی بزنم که در جامعه ما شما با سرکار زیاد داریم. شما خیلی خانواده‌ها شاید دیده باشیم آقای نیازی که مثلا بچه از اینا که درس میخونه مثلا میگن اگه امسال تو کامیاب بشی یا چندم نمره بشی برات باسکل میخرم بچه‌ام میگم بریو بچه به شوق ازی که همو جایزه رو بگیره یا همو باسکل رو داشته باشه تلاش مضاعفی میکنه. زمانی که به او هدف نایل میشه و او مقام رو میگیره یا کامیاب میشه، از پدر مادر خود توقعی داره که همو وفای به عهد کنن، قولی که به دادن به قول خود چیکار کنن، جامعه عمل بپوشونن دیگه، اینجا که دروغ نگن. به مرور زمان کودک یاد میگیره که پدر مادر به گفته خود خود عمل نمیکنن دیگه، اینا دیگه در این محدوده میشه که کودک مطلب به گپ پدر مادر خود اهمیت نمیده، کمتر اهمیت میده، برای کمتر مهم میشه اینا و این کودک رشد میکنه. صنف اول، دوم، سوم، به صنف دوازده میره. صنف دوازده به خاطر از اینکه بحث انتخاب رشته میشه، بحث از این میشه که در آینده ما چه شغل انتخاب کنه، چه کار انتخاب بکنه، کودک نمره بالایی میگیره. پدر مادر بریم میگن که مثلا پسرم تو دکتری بخون یا انجینری بخون یا مثلا حقوق بخون یا اقتصاد بخون اینا. چون بچه نسبت به پدر مادر بی باور شده، چون پدر مادر با عملی که در گذشته انجام دادن او نسبت به گفته‌ها خود خو با رفتاری که انجام دادن دوگانگی به وجود آوردن و او بی باور کردن، دیگه به گپ از اون خوب گوش نمی‌کنه اینا. دیگه شاید حتی درس نخونه. میگه پدر مادر میگه زمانی که به گفته خود عمل نمی‌کنن درس خوندن شاید به درد نخوره. میشه از زمان او به فکر برسه که پدر مادر راست میگفتن که دیر شده باشه، دیگه فرصت زمان خوبی نباشه. پس به همین خاطر است که یک مقدار میگه ماها به حیث بزرگترها، به حیث افرادی که در جامعه زندگی میکنه، شاید ما به حیث یک معلم، شما هم به حیث یک معلم، به حیث یک محصل، بره خانواده خو، بره نزدیکا خو، بره برادر خواهری که کوچکتر از ما هم، شاید خواهرزاده، برادرزاده داشته باشیم، یا اقوام دیگه به عنوان الگو باشیم، تلاش کنیم که گفته های ما و شما با رفتار و کردار ما و شما سنخیت داشته باشه، چیزی نباشه که دوگانگی ما بین گفتار و رفتار ما به وجود بیاد. یا بعضی عهد و پیمان ها که با خود خود میکنیم، عهد و پیمان با خود خواهد حداقل وفا بکنیم. اینا زمانی که ما بیایم با خود عهد و پیمان وفا بکنیم، یقین داشته باشیم کندک اندک این میتونه به جامعه ما شما تسلی داشته باشه، بس پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و جامعه با وفای داشته باشه. یک جریان از مثنوی معنوی برای شما تعریف کنم. اینا میگفت که یک درویشی بود در یک کوه زندگی میکرد و این منطقه از خوش آب و هوا درختان سیب و گلابی امرود خیلی زیاد داشت، یا به قول ما شما ناک زیاد داشت. اینا
یه همواره برای تغذیه خود خو از این درخت‌ها یا از این میوه استفاده می‌کرد. با خود خو عهد و پیمان بس گفته که دیگه از درخت‌ها من میوه نمی‌چینم مگر میوه‌هایی که بر اثر همون ریسیدگی یا باد یا بر اثر عوامل طبیعی که از خود اینا بر روی زمین بریزم از اونا می‌چینم. خب اغذای روزگار خداوند منان گفت که بذار این یک محک و آزمایش می‌ذاریم. 4-5 روز میوه نریخت. این به شدت گرسنه شد. خیلی گرسنه شد اینا. ای با خود از یک طرف عهد و پیمان بسته بود، از یک طرف دیگه هم گرسنه شده و ضعیف شده و دیگه نمیتونه توانایی عبادت کردن حتی نداره اینا. نتونست عهد و پیمان خود وفا کنه. برف از درخت بالا رفت و سیب و امرود بره خود بچین و با حرص و ولع خیلی زیادی میخورد. باز خداوند گفت که زمانی که تو به عهد و پیمان خود وفا نکردی، پس ما میایم تو به یک ابتلای خیلی سختتر دچار میکنیم تا بفهمی چیه. در همون اثنا بود یا چند روز بعدی بود که یک کاروانی بودن که اینا دزدی کرده بودن، یه راهزن بودن دزدی کرده بودن، یک قافله رو گرفته بودن، باری را آورده بودن، در نزدیکی ها از این نشسته بودن با همدیگه اموال غارت شده رو تقسیم میکنن. نفری از اونجا میگذشت، به داروغه شهر خبر داد که همین دزدهایی که قافله فلان قافله رو نزده بودن این اموال رو فلانجا دارن تقسیم میکنن. داروغه به همراه همو کسایی که در نظام بودن بیامدن اینا همگیر گرفتن و درویش هم جز از اینا بود، چون در نزدیکی از اینا بود، ایر گرفتن بردن اینا. قاضی شهر حکم داد که از دزدهایی که از مردم دزدی کردن و باعث ناآرامی و باعث سلب و آسایش مردم شدن یک دست یک پا قطع بشین. نوبت به درویش رسید. درویشی که یک دست قطع کردن، یک از نفرایی که اونجا بود افراد سرشناس بود بشنا، گفت که این همین درویشیه که در کوه عبادت خدا رو میکنه و راز و نیاز میکنه، این دزد نیه. اومدن به داروغه گفتن، داروغه گفت که از درویش عذرخواهی کرد که ما تو رو به اشتباه آوردیم. به عیبی نداره. اما درویش با کمال خونسردی که عیبی نداره و گفت این صدای کسیه که وفای به عهد نمی‌کنه و با خود عهد و پیمان نمی‌بنده اینا. و او رو آزاد کردن. بعد از مدتی بود در همو کوه که بود، همو نیایش و همو عبادت رو که می‌کرد، بعدش یکی از دوستای به دیدنی اومد. بعد از دوستان به دیدنی اومد که دید که این با هر دو دست داره همین توکری به قول ما شما یا به قول قدیمی ها یک جایی که برای میوه یا غذا باشه داره میبافه اینا. بعد گفت که فلانی گفته، گفت تو که یک دست داشتی چطور شد دو دست؟ این معجزه چیز اتفاق افتاده. گفت که تو چرا بیخبرم؟ گفت همین تمام بودم که ببینم اینا. گفت به هیچ که نگو که حالا اتفاق افتاده، خدا من پس همون دست ما پس سالم شد اینا. روزی با خدای خو این راز و نیازی میکرد، گفت که خدا تو چرا بایسته بانی ازی شدی که همین دست می که پس هست مردم خبردار بشن؟ گفت ببین، زمانی که تو رو آوردن اینجا و دست تو قطع کردن، مردمی ذهنیت داشتن که تو ریاکاری، تو آدمی که با دوزا هم دست بودی اینا، پس قاعدتا تو آدم درستی نی. گفت من دست تو درست کردم و این در مابین مردمی خبر پخش کردم تا مردم بفهمن که تو آدم درستکاری بودی، آدم ریاکار، آدم دزدی نبودی، تا او صفت ریاکاری یا او صفت بد بودنی که به تو نسبت میدن در مابین مردم از بین بره. یعنی ببینیم این نکات همونه که اگر ما حتی وفای به عهد نکنیم، یقین داشته باشیم که بلای سخت‌تر سرمامیه که باعث بانی از اون همونه که عهد و پیمان خود رو شکست میدیم. و ان شاءالله با امید خدا من آرزومندم که در جامعه ما و شما زندگی بکنیم که مردم همگی به عهد و پیمان خو پایبند باشن و جوانان داشته باشیم برومند، تنومند، با انگیزه، با اخلاق، امین و با وفای به عهد و صادق و راستگو باشن. بسیار عالی. تشکر جناب استاد عزیز. فکر کنم تمام صحبت ها گفته شد دیگه. داستان های خیلی زیبایی از وفا بعد هم گفتیم. حتما داخل داستان ها درس های خیلی زیادی نهفته بود، خصوصا از بحث وفا بعد، که چقدر خوب است که یک مسلمان با این خصوصیت خیلی بیشتر تبارز داده بشه و خود بیشتر مشخص بشه. تشکر جناب استاد عزیز. فقط خیلی کوتاه، هفته بعدی ان شاءالله اگر حیات باقی بود راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ مشخص شده؟ بخیر، به امید خدا ان شاءالله در محدوده در مورد پدیده به نام تکدیگری یا گدایی صحبت می‌کنه که در جامعه ما شما خیلی زیاده. دنبال عوامل می‌گردیم و بیشتر صحبت می‌کنیم که چه اتفاقایی میفته که افراد رو به این کار میارن و جامعه ما شما جامعه متکدی میشه باز افراد. ان شاءالله جامعه ما دور از این افراد باشه ان شاءالله، و ما هممو صدقه و خیرات کسب بدیم به کشورهای دیگر مثل دوران صدر اسلام ان شاء الله. تشکر و امید خدا. تشکر از حضور شما. در خانه حق باشیم، موفق و مایت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. و تشکر از شما بینندگان عزیز، عزیزان و گرامیان. صحبت‌های خیلی زیبایی از جناب استاد شنیدیم پیرامون وفا بعد بود که ان شاء الله شما هم حتما قول میدیم و ما هم قول میدیم تا از این خصوصیت و این ویژگی برخوردار باشیم.
و برنامه اصل حریوا رو همچنان با شما داریم، اما حال یک بخشی از برنامه میبینیم در ادامه خدمت شما هستیم.